آه و بلوچ، رحم نمی کنیم، نمی بخشیم. امسال سال خون سید علی سرنگونه. دوستان عزیزم، تمنا دارم برنامه رو اشتراک بذارید. این برنامه های حماسی، این میتونه یک قدرتی باشه، یک دلگرمی باشه برای هموطنانمون. حتی اگر یه نفر قادر باشه این برنامه ما رو ببینه، میتونه برایش از نظر روحی کمک باشه، یاری باشه، که بدون ما به یادشون هستیم، بدونن که ما در کنارشونیم، باشون همدردی میکنیم. و همین دلیل تمنا دارم برنامه رو اشتراک بذارید، چون بسیار بسیار مورد حمله سایبری قرار گرفتیم و محدود شدیم. و پیام یک هموطن به دانشجویان از اسلام شهر که از محیط بسته دانشگاه خارج بشین. دوستان فراموش نکنین که باید برین اماکن بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی رو تسخیر کنید. اینکه توی دانشگاه بیستین و فقط شعار بدین چاره ای رو، مشکلی رو حل نمی کنه، چاره ساز نیست. باید به طرف بیت رهبری رفت، باید صدا و سیما رو تسخیر کرد، باید فرمانداری، استانداری، کلانتری ها رو تسخیر کرد. ما باید اون ضربه کاری آخر رو هرچه زودتر بر سرشون فرود بیاریم. این که فقط بیایم کف خیابون رو کشته بدیم دردی دوا نمیشه. آقای دانشجو، بارها گفتن بازم میگن مردم آقا بیا کف خیابون، هیچ انقلابی تو دانشگاه تو محیط بسته رخ نمیده. توی محیط بسته آحاد جامعه به هم پیوند نمیخوره. تا شما کف خیابون نیای، کارگر به تو ملحق نشه، کارمند به تو ملحق نشه، راننده تاکسی به تو ملحق نشه، هیچ اتفاقی نمیفته. بیا امروز دوشنبه، اسلام شهر، دانشگاه آزاد، راه‌های منتهی به دانشگاه رو همه رو مسدود کردن، دانشجوها رو توی فضای محیط بسته گیر آوردن، حالا کتک بزنن. مردم هم دیگه نمیتونن به دانشجو ملحق شن. بیا راه دانشگاه رو کلا بستن، سپاه و بسیج و لباس شخصی همه ریخته مردم رو کتک بزنه. دانشجوی بدبخت، آقای دانشجو بیا کف خیابون، از تو دانشگاه محیط بسته راحت هم گیر میفتی، هم هیچ اتفاقی نمیفته. بله، و امروز خبر بدی هم منتشر شده. از یه زاویه میتونیم بگیم خبر بدی است، از یک طرف هم میتونیم بگیم خبر خوبی است که همون هم میتونه خشم و نفرت مردم رو افزایش بده. امروز اعلام کرده جمهوری اسلامی، یعنی طبق نامه‌ای که به دست ما رسیده و لو رفته، این نامه همونطور که میبینید کلیه کارت‌های بنزین در جایگاه‌ها غیر فعال خواهند شد به زودی. یعنی بنزین همه میشه یه قیمت، افزایش پیدا میکنه و دیگه کارت و نمیدونم سهمیه بنزین و این چیزا هم همه فرمالیته است. مثل قبلا یه بار جمهوری اسلامی این کارو کرده بود، اومدن کارت صادر کردن، گفتن هر ماشین چند لیتر بنزین داره، بعدن اونو برداشتن، بعد قیمت بنزین یکسان شد برای همه. حالا مجددن این اتفاق افتاده و مجددن این کارت ها داره از اعتبار خارج میشه. اما مراسم خاکسپاری جعفر قربانی و خیلی بچه های دیگه که اسمشون رسانه‌ای نشده، خیلی ها در این درگیری ها جانشون از دست دادن که خانوادهشون میترسن بیان رسانه‌ای کنن. به مادره میگی چرا نمیای رسانه‌ای کنی، چرا نمیگی که فرزندتو کشتن؟ میگه من غیر از اون فرزند 3 تا بچه دیگه هم دارم، نمیخوام داغ ببینم، نمیخوام برای اونا اتفاقی بیفته، یکی رو از دست دادم، اون ستای دیگرم تو خطر بندازم. من مادرم، من درکش میکنم، ولی این چاره نمیشه، اینطوری ایران آزاد نمیشه. موسیقی
بله، برادر زندانی سیاسی اعدامی زنده یاد حیدر قربانی در روستای بزوش از توابع کامیاران که پیکر او با خواندن سرود نیشهیدان بدرقه شد و متاسفم، تسلیت میگم به خانواده او و همه ملت شریف ایران. صحنه دیگر از تجمع عظیم مردم سنندج در بهشت محمدی بر مزار راه آزادی، این جانباخته راه آزادی سارینا ساعدی که امروز هم مراسم ختم هفته و 40 شهدای انقلاب ایران خود به یک تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شده و هزاران نفر رو به صفوف انقلابیون اضافه کرده. تو فرسن نیادری تو دشمن در اصفار کرد، تو شورشت برپا کرد، مرد بو مشانازی بو هر آزادی خوازی سالی نا دنیا بیدار کرد، دشمن پست و خار کرد. جن جیان آزادی، 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 جن جیان. مراسم تولد جواد حیدری شهید قیام برای آزادی بر سر مزارش در شهر قزوین، چه دردناکه که اگه امروز زنده بود روز تولدش بود و خانوادهش بر سر مزارش تولد اون رو بهش تبریک گفتن. و تبریز، دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان تجمع گسترده‌ای رو با شعار می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم برگزار کردن همین امروز. درود بر شرفشون.